یک محموله هم فکر میکنم سرم بود که خود جناب عالی هم درش حضور داشتین، درسته؟ بله. در از بین بردنش سرم دقیقا زمانی که کشور بالاخره یه خلأ تولیدی به وجود اومد، قیمتش بالا رفت، ما به شدت نیاز داشتیم، سرم ها رو چرا نابود کرد؟ خب ببینید، من خدمت رو عرض کنم، اولا اینو توجه دادید، جناب عالی هم در جریان هستید، بینندگان عزیزم توجه داشته باشن که این موارد همه مربوط به سالهای قبله. خب من عرض کنم که این موارد قطعا مربوط به سالهای قبل، از جمله سرم ها را که جناب عالی فرمودید که خیلی دردآور بود واقعا برای ما، حدود 250 فکر کنم 9 تن سرم بوده، سرم اروپایی بوده، برند خوبی هم بوده، به جهت اینکه به هر حال فرد وارد کننده نتونست مجوزهای لازم رو بگیره، من احساس میکنم خودم حالا در اون فرایندش کاملا بودم، شاید بتونیم بگیم عدم هماهنگی بین دستگاهی موجب این اتفاق، چون به هر حال اول مجوز داده نشده، زمانی که مجوز داده شده گمرک امکان قانونی ترخیص کالا رو نداشته. 259 تن سرم. بله، و این متأسفانه در گمرک غرب تهران، ما در همون محوطه با حضور دادستان تهران ما این رو منهدم کردیم که عرض کردم واقعا خیلی برای ما هم دردآور، یه ذره واقعا خب دردآور، بالاخره سرمایه کشور و در عین نیازمون، یعنی چیزی نبود که بگیم که مثلا علاهده داره وارد میشه، لازم داشتیم، یه خط تولید بعضی از کارخونه‌ها دچار مشکل شده بودن. گفتید عدم هماهنگی بین دستگاه، میشه اینو دقیق توضیح بدید یه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی مثلا من در یک اداره اجرایی مال دولت نشستم، اونورم یه اداره اجرایی مال دولته، ما دوتا چون با هم هماهنگ نیستیم، یه ثروت اینطوری با هم دیگه یه دفعه دود میشه میراثمون. جناب حسین خدمتتون عرض کنم، ما یه مشکلاتی رو که داریم بحث بعضا نگاه‌های جزیره‌ایه.